در این بیراه های ندیدم قلب همراهی، برای آن که جان دادم نیرزیدم هر کاری. درود بر شما دوستان عزیز، وقتتون خوش. من ببخشید به صورت سرزده اومدم منزلتون، اومدم خونه هاتون. لطفی بکنید توی فیسبوک این برنامه رو پخش کنید. همونجوری که میبینید پرچم شیر و خورشید اینجا نیست. وقتی که پرچم شیر و خورشید اینجا نیست، یعنی این که برنامه آزاده، یعنی که از اون برنامه هاست که باید باشه. اول دو تا خبر بدم خدمتتون که دو تا فراخوان دوستان هموطنان ایرانیان لندن و ایرانیان پاریس دو تا فراخوان اعلام کردن برای تجمع ایرانیان جلوی در پاریس، فکر میکنم سفارت جمهوری، سفارت اشغال شده ایران توسط جمهوری اسلامی، و در لندن فکر میکنم که جلوی مجلس اسلامی، نمیدونم خانه اسلامی، هم چیزی. امیدوارم دوستان جناب خسروی و دیگر دوستان این اطلاعاتو بدن، یا جناب هر کدوم عزیزان که خبر دارن آدرس دقیق اینو لطفا بنویسید، این فراخوان رو پخش کنید، فراخوان این دوستانو، و در کشورهای مختلف عزیزانی که الان دارن صدای برنامه رو میشنون، هر کدومتون میتونید برید از پلیس اجازه رو بگیرید تو کشوراتون و یه تجمع بذارید، برای اینکه جمهوری اسلامی امروز هیچ پاسخی در اصل به خواسته مردم ایران نداده هنوز. و من یه خبری شنیدم در مورد پیکر بله لندن، مجمع اسلامی جام قلمی، درود بر شما. لندن شنبه بعد از ظهر فکر میکنم، تا اونجایی که من یادم شنیدم از صحبت جناب خسروی، 5 بعد از ظهر بود، حالا امیدوارم که درست باشه، لندن 5 بعد از ظهر جلوی مجمع اسلامی، و پاریس هم که بله
جناب خسروی درود بر شما. مرکز اسلامی و پاریس هم که جلوی سفارت اشغال شده ایران توسط جمهوری اسلامی. خب تو کشورهای دیگه هم دوستان اگر میتونید برید از پلیس این اجازه ها رو بگیرید، این وقتا رو تعیین کنید توی همین دو سه روزه. خیلی خوب میشد اگر مثلا همه اینا توی یه روز مثلا اتفاق میفتاد، ولی خب فرصت کمه، ولی فرق نمیکنه. تو کشورهای دیگه هم اگر تونستید مجوزشو بگیرید، خبراشو بفرستید، دوستا پخش میکنن، ما پخش میکنیم. وظیفه است که یک اعتراض گسترده بشه به اون حرکتی که جمهوری اسلامی کرده. خبر داشتم میگفتم، من تو صحبت دکتر تقی‌زاده این شنیدم که پیکر رضا شاه بزرگو در اثر تخریبی که داشتن انجام میدادن به سه تیکه تقسیم کردن. من این خبر رو همین الان از دکتر تقی‌زاده تو برنامه شنیدم، نمیدونم این خبر درسته یا درست نیست، ولی بسیار ناراحت کننده است. از این مورد بگذاریم، میخوام برسونم بهتون به یه جای خیلی قشنگ در مورد یعنی چه خطری از بیخ گوشمون گذشت. گفتم دوستان این پرچم اینجا نیست، یعنی برنامه آزاده. اونایی که دوست ندارن از واژه‌ها بشنون میتونن تشدید ببرن، اونایی هم که دوست دارن لطف کنن برنامه رو پخش کنن. خیلیاتون شاید دیدید برنامه امروز تقی‌زاده و میمودی رو و خیلیاتون هم شاید ندیده باشید. من گفتم اینو بذارم برای دوستانی که ندیدن. یه چیز جالب بهتون بگم، سری قبل چهارشنبه هفته قبل که دکتر تقی‌زاده برنامه داشت در تلویزیون میمودی، یه سری مطالب عنوان کرد و هم تلویزیون پارس این برنامه رو از توی آرشیو اصلا آرشیو نکرد تلویزیون پارس و یک سایت دیگه که اینو آرشیو کرده بود، بعد از دو ساعت بعد اونم از روی اینترنت برداشته شد. یعنی الان برنامه گذشته دکتر تقی‌زاده در برنامه میمودی در اینترنت وجود نداره، فقط یه جا وجود داره، یه قسمتایش، اونم در برنامه همون برنامه که انجام دادم. من بلافاصله اومدم و اون قسمتایی که باید ملت میشنیدن رو گذاشتم و مردم شنیدن. یعنی همون قسمتا از اون گفتگو وجود داره، هیچ چیزی از اون گفتگوی قبلی وجود نداره. اما خطری که از بغل گوش ملت گذشت، خطری که از بغل گوشمون گذشت، امروز مشخص شد در گفتگویی که دکتر تقی‌زاده با این آقای کله سکسی، مناظره‌ای که با این آقای کله سکسی دوکی. خیلی جالبه، دکتر گیاهشناسیه اومده شده روشن فکر ما. ای وای بر ما. دکتر تقی‌زاده میدونم که برنامه رو میشنوی، من خودم به عنوان یک ایرانی ازت سپاسگزارم، کاری با بقیه صحبتات اینو ندارم، ولی من خودم ازت سپاسگزارم. چرا؟ چون اگر بتونی از تریبون دشمن خود دشمن رو بزنی، بردی. برد به این نیست که مثلا من بیام بشینم اینجا در رسانه خودم هرچی دلم میخواد بگم، این برد نیست. برد به اونه که از تو سوراخ خود همون دشمن خود اون دشمن رو بزنی. دمت گرم. خدمت این آقای کله سکسی و این کفتار پیر، این نمیدونم پیدای توی دوربین یا نه، اون صحبت رو با هم دیگه انجام. اجازه بدید من یکم دوربین رو فکر کنم بعد بچرخونم این برنامه. سب کنید دوستان، توی فیسبوک پخش کنید این برنامه رو که دوستان دیگه هم اگر مایلن به ما بپیوندن، چون این برنامه میشه یه برنامه تاریخی جدا از حالا اتفاقاتی که داخل ایران داره میفته و شرایطی که الان در داخل ایران هست. اما اینجور مسائل هم نباید ازشون گذشت. گفتم اگر برنامه گذشته من این کارو نکرده بودم، میبودی فردا زیر بار نمیرفت. بشنوی با هم اولا یه چیزی بگم، در برنامه امشب میبودی بیناموس اومد چیکار کرد؟ اومد خواسته سپاه پاسداران رو مطرح کرد. دوستان خوب دقت کنید، من اون یکیشو ضبط نکردم، ولی الان برید رو تلویزیون، رو سایت تلویزیون پارس، بیاید یکی دو ساعت عقب اولش صحبت میبودی رو ضبط کنید. میدونی چی میگه میبودی؟ میگه آقا اگه پول میخواید بگید ایرانیان بهتون پول میدن، جیم پیکر رضا شاه رو تحویل بدید. اگر پول میخواید، باج میخواید، آخه جمهوری اسلامی میدونید که عادت داره، مثلا آمریکایی میره ایران، انگلیسی میره ایران، اون میره ایران میگیره، بعد یه باج گردن کلوف میگیره، بعد اون یارو رو آزاد میکنه. حالا این حرومزاده از یعنی شده کانال سپاه، شده بلندگوی سپاه، داره اعلام میکنه، میگه آقا جمهوری اسلامی پول میخواد، اگه میخواد جنازه رو بهتون بده پول میخواد. یعنی رو پیکر رضا شاه بزرگ
این آشغال قیمت هم میذاره 50 میلیون 60 میلیون. باور نمیکنید؟ اونایی که ندیدید برید تو شبکه پارس ببینید. من حالا اون یتکش رو ضبط میکنم بعدا توی کامنت احتمالا میذارم. و اینجا هم پاسخ خوبی دکتر تقی زده بهش داد. گوش کنید با هم. اینجا هم یه توضیح دیگه بدم. چقدر باید توضیح بدم؟ در برنامه دیروز میبودی یکی از این کسایی که ادعای فضل میکنه و علم میکنه از این دانشمندای چوسکی صادراتی جمهوری اسلامی اومده و عرعر کرده در تلویزیون هم برنامه همین شارلاتان میبودی و رضا شاه رو تشبیه کرده به فرعون. گفته رضا شاه فرعون بوده. حالا کاری اون شرم شارلاتان ندارم، اون شرم شارلاتان حرم زاده هم میرسم. اینو گوش کنید فعلا. بفرمایید. دوستان صدا خوبه توی فیسبوک، اگه صدا خوبه بنویسید. اگه تلخیص بفرمایید در محدوده صدا خیلی عالی است. و به زودت 5 دقیقه وقت دارید بفرمایید. که اونجا دیدیم برنامه بعد آن گرفته نشید توزیع کوتاه بدم. در برنامه دیروز شما رضا شاه رو با فرعون مقایسه کردن که در پاریس از اون چه استقبالی شده بود، در حالی که رضا شاه فرعون ایران نبود. رضا شاه همونطور که دکتر پنهان گفتن پدر ایران مدرن بود و باید این اعتبار رو برای او قائل شد. و پیکر رضا شاه ارزش مادی نداره که بشه اون رو با پول خرید و هیچ ایرانی هم به این سمت و سو نگاه و نظر نخواهد داشت. پیکر رضا شاه یک میراث ملی بدون ارزش. دوستان ببینید این قابل تقدیر از یک شخصیتی که میره در همون رسانه‌ای که دیروزش میان رضا شاه رو تبدیل میکنن به فرعون از همون رسانه با همون بیننده و یک شخصیتی بره و همینو بزنه تو دهنشون. این اینا قابل تقدیره. ولی در مورد که هفته قبل من داشتم و بعد شاید انعکاسی پیدا کرد، نیت من این بوده و هست که سامانه پادشاهی دوباره باید با تکیه به ریشه های تاریخی، ریشه های فرهنگی و نقشی که در زندگی 2500 ساله ملت بزرگ داشته دوباره زنده بشه، بار بگیره. باید کمک بشه تا جوانه های اون دوباره رشد بکنن. در سال 57 در نتیجه یک توطئه هماهنگ خارجی و داخلی پادشاهی و مردم به دست مذهب شکست سیاسی رو تجربه کردن و زیان این رو هم سامانه پادشاهی دید و هم مردم ایران که امروز به فلاکت نشسته بود و از دوران تجدد و از دوران رفاه دو مرحله مختلف سازندگی و پادشاه ایران جدا شدن و در توتهی که امروز به اسم ایران از اون ساخته شده زندگی میکنن. نیت من زنده کردن سامانه پادشاهی با ارزش هایی که در تاریخ ایران داره هست. به علت فشار روشنفکری چپ ایران در طول سه دهه آخر منتهی به انقلاب و موج هایی که از زمان انقلاب تبلیغاتی آغاز شده در طول 40 سال گذشته ادامه پیدا کرده و کینه‌جویی سیاست روشنفکری چپ ایران، سامانه پادشاهی هنوز دچار نوعی عدم اطمینان به خود و این سامانه نیازمند پیدا کردن اطمینان به خود و ایستادن. باید کسانی که این سامانه رو درک میکنن، لمس میکنن، با اون کسانی که در دیماه به خیابان ها رفتن و از رضا شاه پوزش خواستند، از محمد رضا شاه پوزش خواستند و روح رضا شاه رو شاد خواستند، کسانی که همون دیروز در شهر ری و امروز تظاهرات کردند و ادامه تظاهرات دیماه رو امکان پذیر کردند، پیوند بخوره و این سامانه بار دیگه در ایران اونچه را که ارزش طبیعی و اصلیش هست با خودش داشته باشه و این رو به عنوان تداوم پادشاهی ما دوباره
ناظر باشیم. این اتفاق در بریتانیا افتاده، حکومت سلطنتی در بریتانیا نزدیک به 900 خورده ای سال قدمت داره. در دوره کرامول موقعیت خاص محدود پیدا شد و سلطنت تعطیل شد، ولی بعد از اون دوباره نظام پادشاهی به بریتانیا برگشت و امروز جزء مفاخر دموکراسی در دنیا به حساب میاد. من در جریان صحبت به مواردی که هست اشاره بیشتر میکنم، ولی به عنوان پرسش، چون آقای پدرام در کنفرانس شرکت کرده بودن و این کنفرانس ظاهرن به دوستانی که این برنامه رو ندیدن در تلویزیون پارس، جناب رضایی درود بر شما، دقت کنید. من میتونم اینا رو بزنم بره جلو و اون نکاتی رو که میخوام در موردش صحبت کنم، ولی ترجیح میدم 10 دقیقه بیشتر وقتتون رو بگیرم ولی کامل بشنوید. تکلیف ماها با امثال سازگاراها و محسن چریک و نمیدونم اون زنی که کیه، مهرنگیز کار و امثال این آشغال پاشغال روشنه، تکلیف مردم با اینا روشنه، اما تکلیف مردم با گرگ‌های در لباس میش روشن نیست. خیلی از مردم حداقل روشن نیست. میخوام این صحبت هدف اینه که تکلیف این قشرم روشن بشه براتون که بعد برسیم به نتیجه پایانیش. نتیجه پایانیش اون کسانی که طاقت ندارن، من همین الان بهتون بگم اگر ندیدید، نتیجه پایانی این گفتگو آقای دکتر دوکی رامین پرهام میگه من میشم محسن چریک و به هیچ عنوان اجازه نمیدم پادشاهی به ایران برگرده. کسی که صحبت پادشاهی میکرد آقا دیروز، گوش کنید حالا بقیه‌اش، اشتباه کردم گفتم ولی گفتم اگه دوستان حوصله ندارن میخوام برن، این نتیجه پایانیشه. بشنویم. ما دیگه از سوی سامانه پادشاهی در من نگرانی‌های ایجاد کرد و این نگرانی‌ها رو بخشش من در جلسه هفته قبل مطرح کردم، ابهام های ایجاد کرد که از این ابهام ها یاد بردم و این ابهام ها بعد از نوشته ای که از ایشون برای نخستین بار من خوندم بیشتر شد. من جمله این که ابهام در مورد این که منظور ایشون اصلا از سلطان و پادشاه، تفاوت سلطان و پادشاه چیه، آیا ایشون ملکه الیزابت رو که همیشه میگن نظام سلطنتی در بریتانیا، دموکراسی سلطنتی با پادشاه چی می‌بینند؟ امام‌رضا پهلوی رو سلطان می‌بینند اینطور که از سلطان در نوشته‌شون تعریف کردن یا پادشاه؟ و با این تعریف آیا کوروش پادشاه هست یا سلطان است؟ آیا رضا شاه سلطان است یا پادشاه است؟ من چی که می‌گید با من باز نمی‌فهمم، شاید کسانی باشن آگاه این موضوع رو تعریف بهتری بکنن که سلطنت دشمن پادشاهی هست، این رو هم باز من واقعا نمیفهمم. پادشاه در ایران یک قیمت تاریخی داره. بسیاری از روشنفکرهای چپ، چون آقای فرمان دوست دارم به منابع خارجی استناد بکنم، اسم رو بردم ایران رو پادشاهیش رو قدیم ترین پادشاهی دنیا میکنه و این باعث واقعا افتخار ماست. ما در همون دوران هخامنشی حکومت صفاتی رو داریم که به نوعی تقسیم قدرت بین پادشاه و قسمتها و بخشهایی از شاهنشاهی ایرانه. و ما در دوره محمد رضا پهلوی حکومتهای قانون ایالتی و ولایتی و نمایندگی انجمنهای شهر و روستا و انجمنهای استان رو داریم که این هم باز تقسیم قدرت از آقای دوتر از این آقای دوتر آقای دوتر من هم دوتر رو تموم بکنم. پاسخ من این است که این خط فصلی که آقای پرهام میکشن بین این که سلطان و پادشاه چی هست و الگویی که از پادشاه ایران، اگر ایشون طرفدار سامانه پادشاهی هستن، برای پادشاه ایران چیست؟ آقای دوتر بگم من البته خب این موضوع پاسخ کوتاه میدم، ولی این موضوع ربطی به کنفرانس لندن و انتقادهای آقای طرح‌زاده از کنفرانس لندن نداره. انتقادهای آقای طرح‌زاده از کنفرانس لندن مشخص بود. من امیدوار بودم که خود ایشون بار دیگه اون انتقادها رو، اگر هنوز اون انتقادهای هفته پیش رو قبول دارن و ازش برنگشتن، خودشون باز تکرار بکنن، ولی
این انتقادها موجوده. دوستان، اولا که یه دوست اینجا نوشته که دکتر رامین پرهام طرفدار پادشاهی پارلمانیست. اگر همین برنامه رو دقت کنید الان به همین برنامه متوجه میشید که نه، گرگی در لباس میشه. همین برنامه همین الان در مورد همین من گذاشتم، دقیقا دوست عزیزم که کامنت گذاشتی در مورد همین این برنامه رو گذاشتم. گوش کنید حالا ببینید کی طرف داره کجاست. در رابطه با یه چیزی دیگه هم بگم، معمولا دیدید که کسی که میخواد دروغ بگه یا بلد نیست یه چیزی رو بگه، یا اینجوری فکر میکنه که کلهشو میخارونه، یا سوپ بلبلی میزنه، یا در کونشو میخارونه. دیدید کسی که مثلا میخواد خالی به بنده دروغ بگه، خوب به رفتار این کله سکسی نگاه کنید، خوب به قیافش نگاه کنید. موضوع این مناظره که همون کنفرانس لندن بود باید بیشتر به نظر من صحبت بشه، چون موضوع بحث در رابطه با مطلب اخیر من عنوان درستش بود سلطنت آفت پادشاهی است، و اینو خب در جای دیگر میتونم توضیح بدم. چیز را پای این قضیه هم وایستدم و میگویم، باز هم تکرار میکنم، برای همه هم تکرار میکنم، سلطنت آفت پادشاهی است. ببینید دو تا گزینه ای که اصلا هیچ ربطی نداره به این موضوع رو آورده واسه مغلطه، اونم اینه که سلطنت و پادشاهی. برگردید به خیزش دیما، اصلا برگردید به دوره رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر و قبلش که سلطنت قاجار بود، درسته؟ اینکه تاریخ ماست دیگه. اون سرنگون شد توسط سلسله پهلوی و سلسله پهلوی پادشاهی ایران بود. خب دو تا پادشاه ما داشتیم، ما سلطان که نداشتیم، و این دو تا پادشاه در اون فاصله زمانی ایران رو از سلطنت گرفتن و نجات دادن. کوروش هم که پادشاه بود، سلطنت زمانی که اسلام خورد به تنگ بدبختی ملت، سلطنت هم واژه سلطنت مثلا خلیفه و سلطان وارد شد. حالا مردم در خیزش دیما چی گفتن؟ گفتن ما سلطنت میخوایم. کسی اصلا اسم سلطنت رو برد در خیزش دیما، یا گفتن ما پادشاهی میخواییم. بازی با کلماتو داشته باشید. سلطنت در فضای سیاسی ایران و در ادبیات سیاسی ایران یک معنا و بار خاصی داره، واژه‌ای است که چندان ایرانی هم نیست، و ایشون در گفته های هفته پیششون بارها از سامانه سیاسی پادشاهی یاد کردن. این بار فقط میگویند سامانه پادشاهی. سلطنت همون سیاسی کردن نهاد پادشاهی بود. چرا اینجوری شد؟ در چه شرایط تاریخی اینجوری شد؟ آیا رضا شاه میتونست طور دیگری عمل بکند؟ آیا محمد رضا شاه میتونست طور دیگری عمل بکند؟ مسئولیت های هر کدوم و مسئولیت های نخبگان سیاسی ایران و جامعه روشنفکری ایران چه بود، این یک موضوع دیگر است. ولی من گفتم، بارها گفتم، پیش از دیما هم گفتم، بعدش گفتم، نوشتم، موضع من در این رابطه کاملا مشخصه. من اگر دموکراسی میخوام، دموکراسی رو برای ایران میخوام، نه ایران رو برای دموکراسی. من اگر پادشاهی میخوام، ایران رو برای پادشاهی میخوام، پادشاهی رو برای ایران میخوام و نه ایران رو برای پادشاهی. اگر شما اینا رو میگی و در این دو امرم صادق هستی که نیستی، پس کنار محسن سازگارا چیکار میکنی؟ کنار تبرزدی تجزیه طلب چیکار میکنی؟ چرا داری اعتبار به همچی؟ چه کنار مهرنگیز کار چیکار میکنی؟ کنار دوست عزیزت که الان در آینده میگی کاک عبدالله معتدی چیکار میکنی؟ که خواهان فدرال و تجزیه ایران هم؟ حالا بریم برگشت. نه دوست عزیزم، بانو میترای گرامی، لطفا خواهش میکنم گوش کنید حالا تا آخر برنامه گوش کنید، بعد متوجه میشید داستان از چه قراره. من اگر من متعلم و بارها هم گفتم، پیش از دیماه گفتم و بعدش هم گفتم، در ذهنیت من و در باور من پادشاه مالک نهاد پادشاهی نیست، پادشاه پاسدار نهاد پادشاهی است. نهاد پادشاهی مالک کشور نیست، پاسدار کشوره. و اگر در این مقطع ویژه و حساسی که ما درش هستیم
که پیکر رضا شاه بزرگ به جای اینکه در کنار دلاوران خرمشهر و دیگر دلاوران ارتش ایران یکی از دوستانی پایین نوشته که آقای پرهام به اندازه موهای سرش ایران رو دوست داره باشه در دست برادران قاچاقچیست این رو همه ما باید روش فکر کنیم که ببینیم ژرفنای سقوط کشور رو دستمون بیاد اگر وضعیت چنین است و در این مقطع مشخص اگر من بارها گفتم و دفاع کردم که چرا نقش نهاد پادشاهی نقش این نماد بسیار میتونه در مدیریت گذار مهم باشه چون معتقدم که خواهش کنم به این واژه به این جمله خوب دقت کن بانو میترای عزیز این جمله رو خوب دقت کن میگه چرا نقش پادشاه برای این مدیریت گذار یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی مجلس مؤسسان خدافظ میدونید یعنی کی؟ یعنی ظاهر شاه افغانستان دقیقا همین سناریو رو در افغانستان پیاده کردن از محبوبیت پادشاه افغانستان اومدن استفاده کردن برای مدیریت گذار خب؟ و این مدیریت گذار اتفاق افتاد طالبان رو سرنگون کردن بعد گذاشتنش به رأی مثلا عموم ولی کدوم عموم؟ مجلس لویجریه و این مجلس لویجریه افغانستان همین مجلس مؤسسانیه که شما اگر در گفتگوی لندن همین آقایون برید و گوش کنید میبینید دقیقا دارن میگن ما نمایندگان مجلس مؤسسان آینده ایرانیم و همین حرفو این شخص در تلویزیون پارس میزنه و میگه شاهزاده رهبر معنویست خب معمارهای سیاسی این آقایونن رهبرهای سیاسی آینده ایران که قرار ایران رو بسازن اینان کیا؟ محسن سازگارا این یارو زنه کی اسمش؟ الان اسمش رو گفتم مهرانگیز کار حشمت تبرزدی عبدالله معتدی و همسال احمد رفعت اینا معمارهای آینده ما نمایندگان مجلس لویجریگه دقت کنید این جملهشو یه بار دیگه با دقت گوش کنید ببینید چی میگه بارها گفتم و دفاع کردم که چرا نقش نهاد پادشاهی نقش این نماد بسیار میتونه در مدیریت گذار مهم باشه چون معتقدم که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوطه چرا و ضرورت مدیریت دوران گذار یک ضرورت حیاتی برای این کشوره اگر این دوران و سقوط جمهوری اسلامی درست مدیریت نشه کشور از بین میره و میتونه دچار آنارشی بشه و اگر دچار آنارشی بشه فلان فلان آقا شما داری میگی ما یک تیم مدیریت رهبران سیاسی معمارهای حالا میگی در آینده معمارهای سیاسی رو میخوایم بکنیم توی لوپلو خب یک کادو پادشاهی هم بپیچیم دورش پرت کنیم داخل ایران این مدیرای شما کیان چه کارنامه ای دارن آخه آقای گیاهشناس میدونستی در دکتر تقی‌زاده امشب گفت این آقا گیاهشناسه دکتره گیاهشناسه دیپلم داره خودش داره میگه آقا این مدیریت گذاری که شما میخوای انجام بدید قبلا در موردش بارها صحبت کردیم این مدیران شما کیان داره چه کارنامه این چه پوان مثبتی داشتن در 50 سال گذشته کدوم کارشون مثبت بوده چند بار خطا نکردند که کل عمرشون خطا کردن دقت بریم برگش یا از بین خواهد رفت یا از توی اون یه نوع فاشیسم دیگه در کار ما در چنین شرایطی نقش نهاد پادشاهی بسیار کلیدی است و بارها هم گفتم و نوشتم برای من نقش این نهاد کاملا غیر سیاسی است و کاملا غیر سیاسی باید بمونه سیاست عرصه است که درش پلیدی
ببین دکتر رامین پرهام، بذار خیالت راحت کنم. ما دو نوع سیاست داریم در یک کشور، دو نوع سیاست داریم. خب تو انگلیس هم همینه، توی نروژ هم همینه، همه جای دنیا همینه. دو نوع سیاست، یک سیاست داخلیه و یک سیاست کلانه، سیاست کلان کشور. اون سیاست کلان، اون سیاست کلان سیاستی است که اتفاقا قانون اساسی با نهاد پادشاهی اون سیاست کلانو، اینو یاد بگیر، اون سیاست کلانو طراحی میکنن. اون سیاستی که شما داری میگید لومپنیست میاد توش و اینا، دقیقا درسته. اون سیاست، سیاست داخلی کشور هست که لومپنیستی مثلا مثل محسن سازگارا میاد میشه رئیس نمیدونم فلان در سال 57. دو نوع سیاست داریم، یک سیاست کلان و یک سیاست داخلی. پس اینو نچسبون به یه چیزی دیگه. اینها یه زیادی میتونه وجود داشته باشه سیاست. ببینید راجب لندن بذارید، من راجب انگلیس ها بذارید من یه توضیح به شما بدم. مثلا میبینید پارلمان لندن، مجلستون نمیدونم اسمش چیه، میاد نخست وزیر رو انتخاب میکنن. خب نخست وزیر رو انتخاب میکنن، نخست وزیره که انتخاب میشه، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ میاد میره خدمت ملکه، ملکه انگلیس یک جعبه بهش میده با یک کلید، یک جعبه بهش میده یعنی یک پرونده بهش میده، یک پوشه بهش میده با یک کلید، میگه اینه، برو بازی کن، برو بازی کن. آقا اگر غیر از اینه بفرمایید، غیر از اینه. اگر مثلا یه سیاست مثلا مثل سیاست آمریکا یا امثال انواع و اقسام سیاست های دیگه، اگر قرار باشه سیاست هر کشوری 4 سال به 4 سال عوض بشه که باید برید تو اون کشور دیگه. پس یک سیاست کلانه که اون سیاست کلان طراحی شده است توسط قانون اساسی و در ایران نهاد پادشاهی. حتی در لندن هم همینه. ملکه وقتی نخست وزیر انتخاب میشه در لندن، پاکتو باید بره از ملکه تحویل بگیره با کلیدش. اگر دوستان غیر از اینه بفرمایید، غیر از اینه. خیلی جالبه، ببین چجوری بازی با کلمات. و کشور ایرانی که 2500 سال تاریخ پادشاهی رو داره، حالا ببینید با چیا داره مقایسه میکنه. به اینا میگن روش انفکر. این عرصه ایست که حتی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اروپایی و حتی در آمریکا، سیاست عرصه ایست که درش همیشه بخش قابل توجهی از لومپنیزم وجود داشته. یعنی لومپنها هم میان وارد سیاست میشن و یکی از نقصهای فنی دموکراسی همین بوده که اصلا عرصه رو باز گذاشته برای لومپنها که وارد سیاست بشن. خب همین لومپنها رو همین دوستات که رفتی بغلشون در لندن وارد سیاست کردن و گن زدن به کشور ما. داری میبینی حالا تو رفتی با همونا نشستی مدیریت گذار درست کنی و در نتیجه پادشاهی رو باید از سیاست کاملا مبرا و مسئول نگه داشت و تجربه پیش از 57 هم به ما می آموزد که پادشاه باید پادشاهی بکنه. آقا پنج تجربه قبل از 57 دوکی کله سکسی. اگر پادشاه نظارت نمی کرد، شما اول باید جامعه مردم اون جامعه در اون تاریخ رو الان گه میخوری بری قضاوت کنی، باید در همون تاریخ خودش قضاوت کنی. اگر پادشاه مدیریت نمی کرد، اگر پادشاه اصرار نمی کرد، اگر پادشاه فشار نمی آورد انقلاب سپید رو به نتیجه برسونه، که الاغ هنوزم که هنوز زنان داخل ایران حق رأی نداشتن، کی میخواست این کارو بکنه؟ کدوم رجال سیاسی؟ کدوماتون؟ کدومات پدر تو؟ و امثال تو؟ شنیدی میگن صلاح کار خیش خسروان دانند؟ معنی اینو میفهمی یعنی چی؟ شما باید مردم اون جامعه رو در نظر بگیری، شرایط اون جامعه رو در نظر بگیری، بعد ببینی اون جامعه رو میتونی 4 سال به 4 سال بدی دست احمد یا نه. اون جامعه باید یک مدیریت داشته باشه. خب من یه مثالی قبلا زدم راجع به کارخونه ناسیونال، ایران ناسیونال. همون کارخونه ایران ناسیونال که در زمان 57، قبل از 57 داشت صادر میکرد خودرو به کشورهای مختلف، همون کارخونه رو پدر شما و امثال همون تیمی که رفتی گرفتن دادن دست یه مش لومپن و الان نتیجهشو دارید میبینید. حالا اون مدیریت بود که اون کارخونه رو نگرداشت یا چی؟ یا چی؟
و نه حکومت. بدن ازی باید غیر سیاسی باشه. تشکر. و نکته دیگر این که بزر برای گوده ها بپرد نه بگید برای خشمون بفرم نهای خودتی در آقای در آقای در خب این که الان من برمان در برمان کسی بار میخوام عمل احمد بس بشم و دارم خب توضیح بده خب برحال هرچه باشه سلطن از نظام سلطه میاد یعنی استیلا از سلطه میاد در حالی که با الان پادشاه کوروش پادشاه است ناصرالدین شاه سلطانه که تفاوت مثال این یارو لومپنه رو گوش کن و پاسخ تغییر داده رو ببین دو شخصیتت به دو سوی تاریخ دو ذهن تاریخ اما با سیاست های رهبری کاملا متفاوت به بردق باتون بله اگر سوال از من بود یا از آن نه نه دو تغییر داده من نظر فقط گفتم ببرم دو تغییر داده من سه پرسش داشتم که واقعا خودم پرسش ها رو پاسخش رو یا نشنیدم یا درست درک نکردم با اینکه سعی کردم گوش بدم ولی برمیگردم گذشته از سه پرسش بی پاسخ مونده در مورد تعریف پادشاه محمد رضا پهلوی یا سلطان محمد رضا پهلوی رضا شاه با همین قراره کوروش و داریوش با همین قراره و اینکه الگوی سلطان واقعا چه کسی است تلاش آقای میمونی رو هم در این مورد نمیپسندم که سلطنت با سلطه میمیاد برای اینکه گفتم الیزابت در بریتانیا حکومت نمیکنه ولی خانواده سلطنتی معرفی میشن آدمهایی مثل اکبر گنجی با خطاب کردن علی خامنه‌ای به عنوان سلطان یک فرهنگ غلط دستمالی شده رو به فرهنگ پادشاهی چسباندن و تکرار این الفاظ به جز ادامه این گمراهی نتیجه دیگری نمیده و اختلاط مفاهیم رو بیشتر از پیش میکنه که ما بگیم کی سلطان کی پادشاه و ما سلطان رو آفت پادشاهی میدونیم در دوره‌ای که سامانه پادشاهی تدریجا در حال بیرون کشیدن خودش از زیر آوار هاست ولی هفته گذشته موضوع بحث من شرکت در کنفرانسی بود که هفته قبلش در لندن برگزار شده بود و من تصور داشتم انتظار داشتم اگر واقعا سامانه پادشاهی در جمعی از کسانی که کمترین باوری به آقا دوستانی که فکر میکنید رامین پرهام پادشاهی خواهد خوب گوش کنید ببینید این حرفو که الان داریم میشنوید اینو الان خودشم میگه کسی داره میگه که دکترای علوم سیاسی داره دکترای علوم سیاسی داره درسش رو خونده گوش کنید ببینید چی میگه سامانه پادشاهی ندارن روز پیدا میکنه حضوری باشه در قواره های سامانه پادشاهی و انتظاراتی که مردم ایران از سامانه پادشاهی دارن انجام شده بود که برنامه‌ای که برای این بود و فعالیت دروزه اون در لندن در نظر گرفته شده عبور از حکومت جمهوری اسلامی است ولی اون چه که خروجی دروزه این کنفرانس بود در پایان روز دوم بیشتر شبیه بود به عبور از تظاهرات دیماه و خواسته های مردم در دیماه از دید من سامانه پادشاهی ارزش های اون به غلط به قمارخانه سیاسی برده شد که حتی شجاعت نمایش پرچم ایران رو هم نداشتن و بعد استدلال شد که شیر و خورشید پرچم ایران نماد ملی است و بردن نماد ملی به گروه های سیاسی غلط است نماد ملی رو در عروسی های مردم هم مورد استفاده قرار میدن در سفره عقد هم مورد استفاده قرار میدن کابه با همین نماد در مقابل ضحاک ایستاد و هیچ گروه سیاسی نمیتونه خودش رو محروم بکنه از داشتن یک نماد ملی به این بهانه که کمونیست‌های چپ اون است که از حضور پرچم با شیر و خورشید در جلسه خودشون ناراضی بشن من واقعا آقای میبودی قصد شعار دادن ندارم ولی نماد ایران نماد پادشاهی ایران نماد شیر و خورشید ایران نمادهایی هستن که متعلق به ملت و هر کس که درد ملیت داره به ریشه های ملی و فرهنگ خودش باور داره باید احترام به اون داشته باشه این اعتراض از سوی جمعی مردم شده به همین نوشته هایی که
از بود آقای فرهاد و دیگران در روزنامه ها و نشریات منتشر شد و نظر منفی مردم بیش از 80% نظر منفی مردم نسبت به این خواستگاه نشون داد که واقعا برنامه دو روزه لندن عبور از خواسته های مردم در تظاهرات جمهوری به نصف عبور از جمهوری اسلامی و بعد حاصل خروجی نهایی جمهوری اسلامی دو روزه برای عبور از جمهوری اسلامی بود که به صورت خیلی سازمان داده شده و فکر شده به اصطلاح سخنگوی جلسه به خودش اعلام کرد نظر ما و هدف ما و راه ما با کسانی که 15 نفری که رفراندوم رو امضا کردن نمیدون به آقای محسن چینی که میگو اگر شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده من دوباره محسن چینی خواهم شد هدف و راه ما با اونها یکیست بعد یک کمیته درست شد که یکی از اینها تجزیه طلبی است که با وجود اینکه شخص محترمی است آرامی است ولی یک حزب سیاسی تجزیه طلب رهبری میکنه دیگری کسی است که سابقه فعالیت در سازمان خلق رو داره و فدایان اکثریت با حزب توده همراه بوده و این دو نفر به اضافه یک نفر دیگر از این جمع جمهوری خواهان باید مردم ایران رو به عنوان فرهیختگان سیاسی هدایت بکنن به دوران بعد از جمهوری اسلامی خنده داره ولی وقتی که یک نفر به عنوان اعتراض پیشنهاد کرد که اسم آقای پرهام رو هم توی لیست بگذارن اون آقا یه خود منومن کرد بعد گفت نه ما کتاب آقای پرهام اینجا میفروشیم و بعد دوباره گفت خب اسم آقای پرهام رو هم اونجا میگذاریم حالا من نمیدونم واقعا این آویختن به جمعی از شبگرایان بسیار فکرنما واقعا میتونه نسخهای برای عبور از آن فساد 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی باشه دار از تظاهرات بیما همه رو از بازار اگر یه عبور میکنید بعد از زن عبده تو رابیل پرخام لحن جمعی ها خواهیش رو نگردم پان دوستان زن من واژه فارسی رو ترجیح میدم سلطنت واژه فارسی است پادشاهی واژه فارسی است و بیشتر داری من مفهوم بینه دوستان برمیگرد اولا سلطنت با پادشاهی فرق کنه نه واژش فرق کنه سیستمش فرق میکنه قاعده و قانونش فرق میکنه سلطنت قاجار بود پادشاهی پهلوی بود کدومش بهتر بود؟ ببینید در صحبت های ایشون اینقدر نکات نادرست و غلط هست که من نمیدونم کجا شروع کنم ببینید آقای طرزاده سلطنت پروژه انگلیسی نیست که شما میگید به ملکه الیزابت میگن نظام سلطنتی یا سامانی سلطنتی سلطنت عربی است اونجا میگن رویا فامیلی احمق در فارسی زبانا رو داره میگه خود روش انفکرت وقتی میخوای صحبت کنی میگی سلطنت انگلیس آقا مگه فارسی زبان مگه همتون نمیگید خب ما الان داریم فارسی حرف میزنیم دیگه حالا میگی مثلا میخوای معنی انگلیسیشو بگی که داستانو بپیچونی آقای تعالیزه به شما 19 دقیقه صحبت کرده خواهش کنم میگوید که پرچم شیر خورشید اونجا نبود نماد ملی ما سر سفره نمیدونم بخت و عروسی میذارن نماد ملی اسمش روشه چیز عمومیست یعنی خوب دقت کنید ببینید چی میگه نماد ملی چیز عمومیست یه بار دیگه نماد ملی اسمش روشه چیز عمومیست یعنی متعلق به رس پابلیک هست چیز عمومیست رس پریواتا نیست چیز خصوصی نیست حزب سیاسی حق نداره نماد ملی رو بذاره تو آرمش مگر شما در لندن حزب سیاسی بودید کل سکسی پس شما جمع شده بودید برای حزب سیاسیتون یا جمع شده بودید برای مدیریت از گذار مدیریت گذار از جمهوری اسلامی برای ملت ایران ببینید اصلا اون حالا قانون میگه قانون فرانسه اینجوریه آقا من کاچیکار با قانون فرانسه داریم ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم مردم ایران تاریخ ایران فرهنگ ایران نماد ایران خواسته مردم ایران اونم با کی اونم با چی با کسی که اومده نماد ملی کشور ما رو کنار گذاشته وسطش یه دونه عنکبوت دورش هم همش عربی شروبر نوشته شما نماد مخالفتت با اون عنکبوت در چیه؟ چی باید بذاری وسط؟ بله
در فرانسه این کار قدغنه، ممنوعه. در حد چه ربطی فرانسه داره؟ در کشور اروپایی که بگید نماد ملی رو یک حزب نمیتونه بذاره توی کارنش. میگویید که من به پاسخ نده دادی میدونید؟ گفت چون فرانسه غلطه. بابا فرانسه غلطه، چه ربطی به لندن داره؟ پاسخ به چیز پرسشای شما نده، پرسشای شما برای این مدار نامفهومه. ثانیا من به شما پرسش نامفهومه گفتم و اینجا تکرار کردم و باز هم میگویم سلطنت آفت پادشاهی است، پادشاهی سیاسی نیست، پادشاهی رو سیاسی کردن. آقای توتی، آقای توتی، یه سری حرف بردن و پشت بهت کردن، چه دلیل حرفا رو داری میزنی؟ مردم ایران سلطنت نمیخوان اولاق، گفتن ما پادشاهی، پادشاهی، رضا شاه، شاهنشاه، کوروش، نگفتن ناصرالدین شاه، ناصرالدین سلطان، اینو نگفتن، که گفتن پادشاهی. مردم ایران که تو میخوای براشون گذر کنی از جمهوری اسلامی به نفعشون بشه. و بر پادشاهی آن آمد که میبینیم الان اگر پیکر رضا شاه در دست برادران قاچاق چیست، این فقط مؤثر در این امر روشنفکران مارکسیست و مارکسیست های دوازده امامی و روشنفکران ملی مذهبی نیستند. پس کیا هستند؟ گوش کنید، تیکشو گوش کنید. اصلا دیگری هم مؤثرند، همیشه اون کسانی که بابا پیکر رضا شاه پیروز پیدا شده، شما سه هفته پیش تو لندن جمع شدی، چی رو داری با چی ربط میدی؟ البته دکتر طریق‌زاده الان میزنه اینجا تو برجکش حسابی، گوش کنی. تمام قدرت رو دارن، بیشترین مقدار از مسئولیت رو هم دارن. اگر شما میخواید بدونید که چه کسی سامان نظام پادشاهی ایران رو در سیاسی تر کردنش و سوق دادنش و خل دادنش به طرف پرتگاه مشوقش بود، رجوع کنید به حزب رستاخیز. آقا یعنی ولت ملت تاریخ بهش، تاریخ به شما دروغ گفتن، به شما دروغ گفتن توده‌ای و چپی و کمونیست و مارکسیسم و اسلامی ایرانو به این روز انداختن، دروغ گفتن به شما، به شما دروغ گفتن. حزب رستاخیز این کارو کرده، یعنی حزب رستاخیزی که در اون تایم کوتاه بود، حزب توده‌ای که از 1300 خروس شروع کرد به تیشه زدن، ضربه زدن، مصدقی و فلان و فلان و فلان، اینا هیچ گناهی نداشتن اصلا. حزب رستاخیز، باور نمی کنید از این کل فندقی بپرسید. چه کسانی اونجا بودن و چه گفتن و چه جلوی نظام رو بردن به طرف پرتگاه؟ مسئله اصلی ما در اینجا کنفرانس لندن و چرایی کنفرانس لندن، یعنی چرا یک عده اونجا جمع شدن. در مورد صحبت هاتون فکرم اولادی هم گرفتید که نماینده اونجا نبودن، یا همه چپ بودن، یا همه نمیدونم چیشون، نفعه چونی نیست. دکتر شهریار آهی سالها معلم و مربی شاهزاده رضا پهلوی بوده است. آقا مثل اسب آبی داره دروغ میگه دیوز. شهریار آهی، من حالا من تو برنامه گذشته گفتم یه چند تا انگل ما داریم که این انگل ها مهره های کلیدی هم. خب و این انگل ها توسط CIA و جای دیگه هدایت میشن. یه سه چهار تا انگل داره، فکر میکنم یکی دو تاش توی لندنه، یکیش توی پاریسه، یکیش هم تو واشنگتنه. دو تاش تو واشنگتنه، چهار پنج تا. من اینا رو به زودی باز خواهم کرد. آقای رامین پرهام، شهریار آهی خارمادر خودش رو سرویس کرد یک سال، اونم توسط کسی دیگه، که حالا همون کسی دیگه همون کسی بود که نامه تو رو که نوشته بودی، حالا نمیخوام بهش بگم، اون نامه تو رو رفت یه جایی گذاشت. اون شخصم به زودی میکشمش پایین، بازش میکنم برای مردم. اگرم میشنوه این برنامه رو حواسش جمع باشه، اون شخص خودش میدونه کیه، ولی الان فعلا دستش نمیزنم. حالا شهریار آهی توسط اون و یکی که توی پاریسه یک سالی با شاهزاده چند بار ارتباط تلفنی توی چند تا گفتگو داشت، شد معلم شاهزاده، اونم سالهای سال. ای بر ذات پدرت لعنت. دکتر شهریار آهی کسی نیست که با این سادگی از کنار نامش بگذاریم و اون آقا یک دستاورد دکتر شهریار آهی رو من بهتون میگم دوستان، دوتا دستاورد. شهریار آهی کسی بود که امید نادان رو
امید نادان رو شهریار آهی آورده آورد و فخرآور رو. این دوتا کارنامه شهریار آهی. میخواد بدونی شهریار آهی کیه؟ گفتم چند تا انگلن که CIA بازشون میده. شهریار آهی دوتا گزینه توی پروندش. اگر این گزینه ها آدم حسابی هم، شهریار آهی هم آدم حسابی هم. دارم واسهتون به وقتش رو بگذاریم هم ردیف نمیدونم چرین که 60 ساله یا نمیدونم اینها. صحبت کردن از شخصی و شخصیتی همچون دکتر شهریار آهی باید همراه با متانت زیاد و همراه با احترام زیاد، احترامی که ویژه افرادی است در رده و در جایگاه و در مقام دکتر شهریار آهی. آقا دکتر شهریار آهی، امامزاده دکتر شهریار آهی برای این آقای کله کچل از خواسته هزاران هزار نفر در داخل ایران مهمتره. مهمتره آقا جان، چی میگید شما؟ شهریار آهی مهمتره. پول پول اون توشه. ملت اومدن تو خیابون یه چیزی گفتن. همچنین جواد خادم، جواد خادم وزیر محمد رضا شاه بود و جواد خادم مرد طوفانه. جواد خادم کسی است که در بحرانی ترین شرایط، در شرایطی که جان هر کدوم از آن دوستان دقت کنید، دکتر تقی‌زاده داره میگه افراد تجزیه طلب و کسانی که جزء اقلیت اکثریتی ها بودن اونا رو داره میگه. خب ببین این اومده چسبیده به این دوتا اسم، جواد خادم، شهریار آهی و مثلا دیگران مثل تبرزدی اینا رو کار نداره. دکتر تقی‌زاده دست گذاشته رو اینجا، ببینید چی میگه. ما در خطر بود، وزارت رو قبول کرد، کار ساده نبود. جواد خادم کسی است که بنافاصله به آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پیوست در پاریس و مقاومت ملی ایران رو سازماندهی داد و هماهنگ کننده جنبش نقاب بود برای نجات ایران که به نوژه معروف شده. عبدالله مهتدی البته اسم ایشون رو نبردید، گفتید که یک تجزیه طلب. مشخص‌تر صحبت بکنید تجزیه طلب کیست و برای چی میگوید که عبدالله مهتدی؟ اگر منظورتون عبدالله مهتدی بسیار گرامی من ما باشد، مشخص بکنید که چه چیزه و چه گفته عبدالله مهتدی تجزیه طلبی بوده و کی عبدالله مهتدی تجزیه ایران رو خواسته. عبدالله مهتدی در تمام اصلا برو توی مانیفست حزبشون نگاه کن، مینویسه ما خواهان یک کردستان خودمختار هستیم. خب در مصاحبه های طولانی هم که با علیرضا تازی‌زاده حرومزاده کرد من سری گذشته گذاشتم، میگه ما خواهان یک ایران فدرال هستیم. آقای دکتر گیاهشناس، شما معنی فدرال رو توی چی میبینی؟ مثلا فدرال به چی میگن؟ فدرال به چی میگن؟ خودمختاری و داشتن پرچم رو به چی میگن؟ پرچم مخصوص خودت. خودمختاری، خودگردانی، اینا واژه هاییه که مساوی است با تجزیه. چرایی کنفرانس لندن مانده. ببینید کنفرانس لندن نظام داره سقوط میکنه. شما در هفته پیش گفتید که به محتوای پیام شاهزاده رضا پهلوی نقد جدی دارید. از فانتزی آنارشی صحبت کردید، از کاسبان سیاسی صحبت کردید که دلالی ترس میکنند. نظام جمهوری اسلامی در حال سقوط است. سقوط یک نظام سیاسی در هر کجای دنیا میتونه با خلای قدرت و خلای اتوریته سیاسی همراه باشه اگر پیش از اون فکر نشده باشه، یعنی مدیریت گذار تدوین نشده باشه، روش فکر نشده باشه. سقوط یک نظام سیاسی با خلای اتوریته مواجه خواهد شد. ببین انتر، با واژه‌ها بازی نکن، خودت هم جرواجر نکن. خب کشور ایران اولا که یک ارتش داره که تمام روزنامه های کثیف جمهوری اسلامی هم اتفاقا چند روز پیش تیتر زده بودن حتی یک فرمانده ارتش دستش در اختلاس و دزدی نیست. کاری به رهبران فرماندهان سپاهی ارتش ندارم، بدنه ارتش رو میگم. خب
خب و در هر چنجی، در هر مثلا اتفاقی که بخواد بیفته، منهای خمینی دجالی که شما آوردید که اکثر سرانو از دم تیغ گذرون، مثلا رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه اومد خود همون مردان یا رجل سیاسی دوره قاجار رو به کار گرفت، ازشون استفاده کرد برای ساخت ایران. خب همین الان هم در داخل ایران آدم هایی رو داریم دکتر کچل، دکتر گیاهی، که شما اندازه یک سر سوزن هم فهم و شعور اون آدم ها رو نداری و اتفاقا در همین سیستم الان دارن به این کشور خدمت میکنن، دارن خدمت میکنن به کشور توی این سیستم جمهوری اسلامی هم و ناراضی هم هستن و اونا فردا میدونن باید چیکار کنن. الکی مردم رو هل و بلا ننداز تو جون ملت که بیای خودتو توجیه کنی. خیلی چیزا رو دکتر تمیزاده نگفت البته، ولی خب حالا گوش کنید. اوتوریته یعنی آنارشی، آنارشی یعنی هرج و مرج، هرج و مرج یعنی تباهی بیشتر ایران، و چون ایران همکنون تباه است، منابع آبیش نابود شده، منابع خاکیش نابود شده، منابع انسانیش نابود شده، همه چیزش نابود شده. بزرگترین اصلاحگر قرن بیستمش پیکرش در دست کسانی است که رئیس جمهورش به اونها گفته برادران قاچاقچی. نه پیکر بزرگترین اصلاحات قرن بیستمش به قول خودت افتاده دست برادرانی که همین محسن سازگارا اینا رو کرد برادر. همین محسن سازگارا، همین که تو میخوای مدیریت گذار درست کنی، چرا اینو نمیگی؟ ایران در چنین وضعیتی است. شما گفتید که با دوگانه بقای انقراض موافق نیستید، باید توضیح بدی چرا موافق نیستید. تشکر. مملکت از بین خواهد رفت، شما باید توضیح بدید که آقا یا ملت ایران یا برید از محسن سازگارا و احمد رفعت و مهرانگیز کار و عبدالله مهتدی و مهندس تبرزدی و رامین پرهام و شهریار آهی خواهش کنید بیان حکومت رو به دست بگیرن، یا مملکت از بین خواهد رفت. چی میگید؟ باور نمیکنید؟ الان گفت دیگه، گوش کنید. بگونه میخواهید نجات بدید؟ من هیچ ترسی واهمه ای از این ندارم که به شما بگویم آقای دکتر طغی‌زاده محترم، بله، اکوسیستم سیاسی مدرن و پایدار که یکی از نکات کلیدی سخنان شاهزاده رضا پهلوی بود، اکوسیستم سیاسی مدرن و پایدار رو نمیشه با جاوید شاه ساخت. نمیشه با جاوید شاه ساخت، ولی میشه با جاوید شاه این مردم رو جمع کرد که اون اکوسیستم رو از بین وطن پرستان بسازند. حالا چون به قول شما نمیشه از جاوید شاه ساخت، باید چهار تا انچوچک کاندوم سیاسی رو بیاریم به اینا اعتماد کنیم، چون که به قول شما نمیشه به جاوید شاه ساخت. کی میگه نمیشه؟ کی میگه آقای رامین پرهام؟ کی میگه؟ خیزش دیما ندیدی؟ حالا ببینید راجب شورای خیزش دوستانی که میگن پادشاهی خواهد، ببینید راجب شورای خیزش دیما چی میگه. شما به چیزی بیش از جاوید شاه نیاز دارید. اون چیزی که بیش از جاوید شاه هست و سیستم سیاسی باهاش میسازن، اکوسیستم سیاسی باهاش میسازن، بهش میگن پولیتیکال الیت. یعنی به اون پولیتیکال الیت نمیگن هر آشغالی رو بیا بشه پون توش که بهش میگن پولیتیکال الیت، وطن پرست رو بیار بذار توش. اگه راست میگی، این نخبگان سیاسی به قول خودتون در هفته پیش رنگین کمانی هن. همه هم نظر نیستن، یک دست نیست، یک کاسه نیست، اما وطن پرستن. نخبه سیاسی یک کشور در همین انگلیس شما پیدا نمی کنی یک آدم سیاسی که هیچی، یک شهروند انگلیسی بر علیه منافع ملیش حرف بزنه، پیدا نمی کنی. نخبه سیاسی حتما لازم نیست سواد فلان داشته باشه، تجربه داشته باشه، سواد هم داشته باشه، اما در کنارش اگر وطن پرست نباشه میشه سال 57. مگه دکتر یزدیتون نبود؟ مگه دکتر بنی صدرتون نبود؟ مگه همین دکتر سازگاراتون نبود؟ مگه همتون دکتر نبودید؟ مگه پدر دیوست نبود؟ پس نخبه سیاسی صرف اینی که سواد سیاسی داشته باشه وطن پرست نباشه به درد گوزم نمیخوره. همینایی که شما جمع کردید توی لندن همتون ادم، نخبه هاتون رو میگم، ها با تماشاگرها کاری ندارم، همین 20 چند نفری که الان اسمشون هم خودت میگی، نظرات مختلفی هست.
اینها رو باید با مهارت سیاسی و داد و ستد سیاسی به قول شهریار آهی نشون، با مهارت های پارلمانی نشون و به یک توافق رسید. آقا من با کسی که میاد از داخل زندان اوین میگه ما خواهان یک ایران فدرال هستیم توافقی ندارم. آقای رامین پرهام، من توافقی ندارم، من با عنوان یک ایرانی توافقی ندارم. من با عبدالله معتدی که میگه ما خواهان یک کردستان خود مختار هستیم توافقی ندارم. تو توافق داری؟ تو حاضری نه تو تقسیم کنی با دیگران؟ وطن من مادر من، من حاضر نیستم این کارو بکنم. تو درد مشترک ماست. شما باید بگید با کدوم نکات سخنان نشازده رضا پهلوی در اون بیاناتی که اونجا خونده شد با کدومش موافق نیستید؟ چون گفتید موافق نیستید، بگید نکته بگید با کدومش موافق نیستید. آمه تو دریزده بفرم. من فکر میکنم که اگر شهریار در این بحث حاضر بود و میشنید از زبان آقای ارغان که مربی و معلم شاهزاده رضا پهلوی بوده، شهریار احساس خجالت میکرد. من نمیدونم شهریار رو شما چند سال میشناسید؟ دکتر شهریار آهی. من این رو خودم تقمیدم. من نمیدونم شما دکترا در چی گرفتید؟ گیاهشناس. آقا اینجا رو گوش کن، اینجا خیلی جالبه. ببین کاسه یارو رو چجوری دست این طبیله میبودی رو باز میکنه. رضا پهلوی بوده، شهریار احساس خجالت میکرد. من نمیدونم شهریار رو شما چند سال میشناسید؟ دکتر شهریار آهی.